چی دوست داری اجرا بشه که تو بگی تو زبان عامیانه میگیم راحت چی؟ بگی آها خوب شد که این اتفاق افتاد، من مدت هست منتظرم این بشه تا دیگران مثل من اذیت نشن یا تا عدالت در مورد کسایی مثل من اجرا بشه. حالا من تو ایران که بودم و بچه رو که دارم میبینم، فقط تنها آرزو میکنم، آرزویی که دارم، حالا رو مورده دیگه حالا زیاد نمیخوام منوف بدم، رو مورد خود گیا لزا دو جنسه ها میخوام که مردم واقعا آرزو میکنم قبولشون کنن، اینقدر که اطلاعات بهشون بدن، حتی کسی که مثل من که درسم خونده اون اتفاق ها بسم افتاده، اینقدر راحت بتونن تو سطح شهر برن و بیان، روابط جنسیشون حتی اینا پنهانی نباشه، آشکارا باشه، بگن ماییم. و نمیدونم حالا چه اتفاقی بیفته که من حالا بگم خوب شد. من آرزو میکنم که مردم اینقدر قوی باشن، اجازه ندادن که چیزی میگن سرشون رو کردن زیر برف. البته کسایی هستن که سر اینا رو کردن زیر برف که نمیذارن حواسشون به دور اطرافشون باشه و بدونن چی اتفاقی میفته. خواهر چند تا خواهر برادر دیگه داری؟ من دو برادر و یه خواهر دارم. دو برادر یه برادر بزرگتر هم داری؟ بله. برخورده اونا چی بوده به تو؟ به مرور زمان ببینی بکن قبول کردنشون خب سخته، شرمم میکنن، من این رفتارا رو میکنن، شرم میکنن. حتی پدر من پدر خیلی عزیز و ناز و بزرگواریه، ولی خب میگه گاهی خود من خجالت میکشم، میگم تو بچه منی، همسایه، فامیل اینجوری راجع به تو فکر میکنن. مامانم مثلا میگه کاش به جای به دنیا آوردن تو سنگ به دنیا میآوردم، سنگ میزاییدم. ولی خب میگم چون خودشونم دیگر گوشه هم دیگه هستیم، میگم چون دوست داریم گاه گاه خون به جوش میاد، خب همدیگر دوست داریم، ولی به خاطر اینکه من اینجوری هم نمیخوان همدیگر ببینن، نمیخوایم همدیگر ببینیم. حتی من برای خداحافظی میخواستم برم پیششون، رفتم پیششون یک هفته که بود، به داداشم نگفتم، به کلن مثلا مادرم اجازه نداد. خواهرم یه نصف روز اومد خونمون، خداحافظی کرد، نداشت من برم خونشون، حتی خانواده فامیلشون منو ببینن، نه به دایی نه به خاله به هیچ کس نگفتم. و وقتی اومدم فقط گفتم فلانی رفته دیگه، همین، فقط احساس شرم میکنن. اکثر عملشون همینه، به همم گفتن، میدونن دیگه دست خودم نیست، فقط میگن پیشمون نباشه، حالا هر کاری میکنم.